دوباره شال و کلاه و ماشین و اتوبان‌های آمریکا و رفتم به پایتخت ایالت کالیفرنیا، یعنی شهر ساکرامنتو. توی ساکرامنتو با اینکه عملاً دیدن کل شهر بیشتر از یه روز طول نمی‌کشه، ولی جاهای دیدنی جالبی رو میشه دید. از پل زردش که در هر ساعتی از روز میشه ازش عکسای قشنگ گرفت تا ساختمون کپیتال که با اینکه یه ساختمون دولتیه شما میتونین واردش بشین و از موزه داخلش که اطلاعات زیادی راجع به تاریخ کالیفرنیا داره بازدید کنین. و حتی اگه سنا جلسه داشته باشه میتونین به طبقه سوم برین و شاهد جلسه مجلس سنا باشین. اگر اهل موزه و هنر باشین، موزه هنر کراکر جای خوبی برای دیدن مجموعه ای از آثار هنریه. و یا میتونین به کلیسایی که به کاتدرال آف بلسد ساکرامنت معروفه برین و از معماری زیباش لذت ببرید و اگه اهل دعا کردن هم باشین یه دعایی هم بخونید. موزه راهن کالیفرنیا هم از جاهای دیدنیه. اگه اهل ماشین‌های قدیمی و کلاسیک هم باشین، موزه اتومبیل که بیشتر از 170 ماشین قدیمی توش هست که بازسازی شدن، میتونه براتون جذاب باشه. ولی ما تو ساکرامنتو میخواییم سراغ سمانه الفتی بریم. سمانه یه خانوم ایرانیه که با سازمان غیر انتفاعی خودش میخواد به مهاجرین و به خصوص به زنان و دختران افغان کمک کنه. این که همه میگن دنیا سخته، دنیای الان اینجور شده، من راستش اونجوری نمیبینم و احساس میکنم که به هر حال هر چیزی و هر کسی یه نقطه خوبی داره که بشه روش کار کرد. به نظرم دنیای خوبیه. هیچ وقت بد بوده، نه هیچ وقت بد شده، نه هیچ وقت خوب بوده، نه هیچ وقت خوب میشه. هست و ما باید بسازیمش در کنار هم دیگه. نقاط مثبت و نقاط خوبش رو میبینیم، در کنار هم میسازیم با همکاری هم دیگه. در راستای رسیدن به دهکده جهانی و ترویج صلح در دنیا، ما هر کدوممون موظف هستیم که حتی شده نقش کوچیکی رو ایفا کنیم و یا یه قدم خیلی کوچیکی ورداریم. فکر میکنم خدمت به هم نوع و جامعه پیرامونمون یکی از همین قدم ها هستش که هر کدوممون به شخصه به راحتی میتونیم برداریم برای بهتر کردن دنیای اطرافمون. و شخصا به این معتقدم که حس خوب و انرژی که هر کدوممون از خدمت به هم نوعمون میگیریم واقعا قابل وصف نیست. فکر میکنم که خدمت و همیاری به دیگران بیشتر نیاز خودمونه و این ما هستیم که سپاسگزار دیگرانیم از اینکه این اجازه رو به ما میدن که بهشون خدمت کنیم. و اگه هر کدوم از افراد جامعه به سهم خودشون احساس مسئولیت در قبال دیگر افراد جامعه رو بکنن، مطمئنن دنیای زیباتری خواهیم داشت.
سال پیش سازمان غیرانتفاعی رو تأسیس کردم که با کمک گرفتن از افراد خود جامعه و داوطلبین علاقه‌مند به مهاجرینی که احتیاج به کمک دارن خدماتی رو ارائه بده. در واقع ایدهش از وقتی به نظرم رسید که به خاطر شغلم که مترجمی توی مراکز بهداشتی و درمانی هست با افراد مهاجر فارسی زبان بیشتر آشنایی پیدا کردم و از نزدیک شاهد مشکلات و مسائلشون بودم، بلخص خانم‌های افغان که به علت جنگ و نبود امنیت توی کشورشون از کسب تحصیل و دانش محروم شدن. این خودش به نوعی زندگی توی آمریکا رو برای هم خودشون و هم خانواده‌هاشون مشکل تر کرده. در واقع میتونم بگم مسئله دیگه‌ای که مشوقم بود برای تأسیس این مؤسسه اعتقادم به تحصیل برابر برای تمام افراد جامعه علل خصوص زنان هست. میدونیم که دختران مادران آینده میشن و تحصیلشون به مراتب میتونه نقش بسزایی در تربیت فرزندانشون و نسل آینده باشه برای رسیدن به صلح و دنیای عاری از تعصب و جنگ. سمانه و همکاراش امسال بالاخره تونستن اولین گرد همایی مهاجرین ساکرامنتو رو با حضور مهاجرینی از کشورهای مختلف و برنامه‌های تفریحی برگزار کنن. من در کنار کارهایی که خارج از خونه انجام میدم به هر حال وظایف مادری و همسری هم دارم. دوتا پسر دارم توی خونه و سعی میکنم که بتونم توازن رو برقرار کنم، هم بتونم خدمت به جامعه‌ام بکنم که حس خوبی به خودم واقعا میده و ازش لذت میبرم و انرژی میگیرم و همینطور این انرژی رو وارد خونه میکنم و میتونم مادر و همسر بهتر، خوشحالتر و شادتری باشم، بتونم همه چی رو به تعادل برسونم و در تحقق همه چی مشخصه تو زندگی، هم کار بیرون، هم خونه، هم وقت صرف کردن با اعضای خانواده و دوستان. از خونه انرژی میگیرم، به کار بیرون میرسم، از کار بیرون و خدمت کردن به مردم انرژی میگیرم و به خونه میارم و خیلی لذت بخشه. با سمانو خانوادهش میریم که گشتی دوباره توی شهر ساکرامنتو بزنیم و بقیه جاهای دیدنیش مثل باغ وحش کوچیکش، باغ گل سرخ و شهر قدیمیش رو ببینیم. در آخر هم به من لطف کردن و جای شما خالی من رو به نهار خیلی خوشمزه‌ای در یکی از رستوران‌های قدیمی مهمون کردن. با پایان این سفر، این سری از برنامه‌های با چراغ گرد شهر هم به پایان میرسه.
ما توی این سفر به لندن بارونی رفتیم و توی شهر گشتی زدیم. دانشگاه‌های آکسفورد و ساختمان‌های قدیمیش رو دیدیم. حتی به میون کلی‌های مجارستان رفتیم و با مادران کلی آشنا شدیم. از شلوغی‌ها و زیبایی‌های هند هم غافل نموندیم. و از اونجا به استرالیای زیبا و تمیز رفتیم. دانشگاه و شهر برکلی و صرافی رو هم در سفری زیر پا گذاشتیم و در نهایت سفرمون رو با ساکرامنتو قدیمی به پایان رسوندیم. دیدنی ها همه جای دنیا هستند، ولی این مردم و فرهنگ های مختلفه که اینجاها رو بیش از پیش قشنگ میکنه و انسان های خوبی که خوشبختانه تعدادشون داره انقدر زیاد میشه که شاید دیگه برای پیدا کردنشون به چراغ نیازی نباشه. سفرتون بخیر.